سلام دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. خدا اولی را بگوین که گاهی شده از خانه بیرون رفته باشین و باز دیر خانه آمده باشین؟ میفهمین که دیر آمدن به خانه چی نقصه داره؟ خیلی بعضی که بفهمین، بیاین که به قصه گنجشکک چرچری گوش بتین. نمیفهمم که بابا نور کجا رفته که دیر کرد. اونه بابا نور آمد. سلام بابا نور، سلام. و علیکم سلام توتی، اونجا چی میکنی؟ حالا بسرشانیم بیشی که داخل خانه بریم، بیرون خنک است. سعیست بابا نور، سعیست. اینه آله دیگه اله، زود چو از سر شانیم پایان شو و سر صندلی بیشی که گرم شوی. اینه نگفتی که کجا رفته بودی؟ کجا؟ رفته بودم توتی خانه همسایه به خبر گرفتن بچه یکش. چی کار داشتی چی؟ توتی دیروز نماز دیگر بچه یک همسایه پشت کدام سودا خریدن بیرون رفته و از پایش کدام سگ چک گرفته بود و سخت اوگارش کده. چرا بابا نور نخویج نفامیدمیچ؟ توتی خیلی تو باش که برات قصه گنجشکک چرچری را بگویم که خوب بگب برسی. گنجشکک چرچری؟ الا زود شو قصیشه برم بگو قصیشه. خو توتی، بود نبود دوتا گنجشککای دوست به نامای چرچری و خاکی در سلاخ دیوار یگولی زندگی میکدن. مثل امیال زمستان بود و گنجشککا بسیار گشنه شده بودن. همی بود که او دوتا از مادرهایشان اجازه گرفتن که بیرون پشت خوردنی برن و زود پس بیاین. خواه بابا نور، خواه. آتوتی صاحب اولی مالای خود کشیده بود در پیتو، اونه دروازه کاهدان هم واز مانده بود. همی بود که گنجشککا تیز که داخل کاهدان شدن که در بین کاه دانه پیدا کنن. بعد از چند دقیقه که سیر شده بودن، خاکی از چرچری خواست که باید پیش از دیر شدن پس به خانه خود برن. مگم چرچری هیچ گوش نمیکرد. حالا چرچری در دو تا از کادان بیرون شد گفتیم که صاحب اولی میایه. وی چه خطا سی خاکی ها کوکی تو باش تک نمی رو اونه سای کودا دستش بشکست و سنما میایه. خاکی تو ترسو هستی؟ شاید طرف چا برا؟ اوف اوف چرچری ایره بگو که چرا تال میتی؟ تو هنو سی نشدی یا کدام گفه دیگه داری؟ نه من پیش از سو سیر شده بودم. حالا کم ساتیری میکنم که گشنه شمم پس دوباره خونه سیر کنم. سکو چرچری بازم برات میگم که خنده و مسیر بانو بیا که پس به خانگگاه خود بریم که دیر میشه. ای خاکی یک ترسو ایچی گفه نمیشه. حالا از دان دروازه پیش بیا که ساتیری کنیم. چرچری گد من ترسو نیستم، خوازی میترسم که نشه در کدام جنجال بفتیم. برو دره جمع بشه در این شش روز ایز گفه نمیشه. تو هم بیا گفه با یک از بالای کپا پایین و از پایین به بالا خیزک بزنیم و ساتری کنیم. چرچری گفه مادرت بیاد دست که چی گفته بود؟ آه مادرم خمرازیات دست داره، از خاطر که پشتم دخ نشه گفت که زود بیایی. او تو نیست که تو میگی چرچری، بازم برات میگم بیا که بس به خانه های خود بریم. اگه نی باز من میرم. الو بابا نور بگو که چی شدی؟ توتی صاحب خانه دروازه کاهدان بسته کرد و گنجشککای بیچارم داخل کاهدان بندی ماندن و جیغشان بلند شد. اوش بیچاره ککا آله چی خواه کردن بابا نور چی؟ ای توتی دیگه چی درد سر بتومد؟ چند ساعت تیر شده بود و عوام تاریک شده میرفت. گنجشکک ها انوز هم داخل کاهدان بندی مانده بودن و بسیار و خطا معلوم میشدن. چرچری گرگ حالا دیدی که شدو در جنجال هستیدی؟ چند دفعه برات گفتم بیا وقت به خانه بریم؟ نگفتم؟ سعیس خاکی حالا دیگه ملامت کردن ابان خاکی، بیا که کدام راه و چاره پیدا کنیم. چطور راه چاره پیدا کنیم؟ نی در و دیوار سراخ کده میتانیم و نی پرده کلکینچاره. اوف این کلکینچار پلاستیک گرفته شده. های کاش که دوتر به خانه میرفتم و دقیقی تو نمیشدم. مرا ببخش کنی کلش از تو
شکل گنجه کاهدان بالا شد. الان درون کاهدان شد. آخر سر ما خبر میشه. چوب چوب همی گوشه بالای کاهدان پت میشیم. چوب دیگه گریه نکن. توی گنجشکک سایکو این سایه شما را در زمین میپاریدم. حالا خودتا را گیر کردم. توتی، براستی هم که گنجشکک های بیچاره در یک جنجال خطرناک مانده بودن و حیران بودن که چی کنن؟ اونه دیگه چی در زسر بتومد وقتی که پشک اونا را دید، خاکی و چرچری بگریان و زاری شروع کردن و میگفتن که به ما کار نداشته باش. خب پشک هیچ قبول نمیکرد. که گوش شما خورده شد که خوب مزه خود دار. الان چه خود کردیم خاکی؟ آخر خوراک پشک میشیم. چوب باش چرچری که کلش از دست تو شد. پشک دل جمع ما رو خورده نمیتونی. گنجشکک خاکی، فکر کردی که از این بردی خانه از پیش ما گریخته میتونی؟ آل سایکو گریخته نمیتونین، فهمیدین؟ پشک با ما سیر نمیشی، خدا نخواسته نکن که گرستی ما نمیتونی، برو رد ما را ایلا بتی. ماما تو گشنه نیستم که بیخی حوصله نداشته باشم. خودتو خوردنی مزه دارم، از دست نمیتونم. تو باش. حالا حالا چشیری از اونجا ببرو به چوبای چت کاهدان بچست. اوف، کی عجب جای خراب خدا پت کردن. آره چی کنو؟ آخ الله چرچری، در بالا پندگه شما نمانده که ما کم بگیرم میفتم. آخ که اما تو مستقیم جمیدانم بفتم. خاکی یک اگر غبا بخورم مستقیم در دانه بشک بفتم. چی تو کنم؟ خیره که میگیگم صبر کو کدام را پیدا کنیم. اوف نمیفهم چی تو کنیم. توتی، خاکی یک سراخه که در بالای دروازه کاهدان دیده بود، اون هر دویشان عجله کرده و طرف سراخ پریدن. مگم سراخ خرد بود و هرچی که میکدن در اون سراخ جای شده نمیتونستن که خدا از کاهدان بیرون بکشن و نجات بتن. اوش نیچه رگکان، دلم سوخت. ها توتی، امو بود که خاکی یک دفعه صدای مینا را شنید و عاجل به کلکینچه کاهدان رفت که از پشت پلاستیک از مینا کمک بخواهم. حالا مینا، ما تا کاهدان بندی ماندیم، کمک ما کو. حالا که پشک داخل کاهدان است، زود شو. هی گنجشکک خاکی، کاش که کمکت کرده میتانستم. بگه ای که پشک دو داخل کاهدان باشه، بگر نکرم نجات پیدا کنه. خاطر تانجام. شما نصیب خود بستین. شب تا صبح میگه میباشم تا شما را نخورم هیچ جایی نمیرم. دلک تانجام باشه. از شاش پر ترک آمده اینا شام تاریخ شده و بندی ماندیم. اگه شام اینجا با نمیخوره و ما ببره یا همام تاریخ شده دیدیش نتانیم وقت بگرد من خوراک که پیشک باد شدیم. فهمیدم چرچری، فهمیدم. تو همینجا باش، مروی دیوار کلکینچا میشینم و پشک بازی میتم. نه ای کار نکنی خودتی که بسیار خطرناک هست. آگه ای کار نکنیم دیگه رو چاره نداریم. او خاکی گر، چی پس پس داری ها؟ حالا پشک اگه زورت میرسه خوب یا این در داخل کلکینچا شدیم، بیا بخوریم. نه تو باش راست راست سر بوجی بارمشم از اینجا خیز زدم کتی پنجولکای بذارمش که بفهمه که کتی کی بازی میکنه. که یک لخمه تکنو خواهد گیرم رفته نمیتونی. حالا چه چی دیگه بیا که به خانه بریم. چطور از که پشه هر خورده تا میدی؟
اوه که خاکی گرک فریبم داد. پناستی که گرکن شده سر خودم پاره کرد و گریختم. آی وای. آه توتی، خاکی گک بسیار خوب چال زد و خود و چرچری را از کاهدان و گیر پشک نجات داد. اون مادرهایشان هم بسیار ترسیده بودن و وقتی که چوچگک های خود دیدن و از قصه خبر شدن بسیار خوشحال شدن. اتمن بچه ککم سایه شما مثل گنجشککو مصروف کتم ساتی ریشته بود و سودو خریدن دیر بخونم. ما میگم ایوالای توتیگه که سوز پرک ما بابا نور میرم و یک کسر بردگا توتی هم میگم توتی ها آفرین توتیگه خوخی تو باش که اول ما برد کلکین واز کنم باز برو ای نه برو دیگه خدا یارت خدا دوستای عزیز، این قصه را که شنیدین عبدالله فضلی در موسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. جهان ما، آینده ما.